فل زیبای فرکانسی هم با مولکولیشن و جریان الکتروستاتیک یا استاتیک کار میکنن، ولی جریان الکتروستاتیک مال فل زیبای فرکانسیه، چه تصویریش، چه آنتنیش و چه لیزریش. تو فل زیبای فرکانسی مولکولیشن یا عمل مولکولیشن میتونه تشخیص بار استاتیک باشه، بنابر اون چیزی که تو ادیت دادید، تو ویدیوهای دادید، و میتونه از ارسال سیگنالایی که میده وضعیت الکتروستاتیک رو تو شرایط مولکولی درونی حول اون هدف پدید بیاره. واسه اینه که میتونن نقطه مرکز رو خوب بگیرن، تفکیک کنن و این جابجایی الکتریکی رو به راحتی انجام میده. یعنی همونجور که فرکانس رو میفرسته، خب ذرات بار الکتریکی خودش هم دستگاه داره میفرسته و در مقابل هم میگیره و اون خود هدفم دارای به طور طبیعی حالت استاتیک نیروها، انرژی ها، فرکانس ها در خودش به صورت ایستا هست. حالا میتونه استاتیک فرکانس داشته باشه، ایستا باشه که یک سر توسط چرخش الکترونیش نوترون و پروتونی ساخته میشه و نیروها و انرژی های ویژه خودش. البته همه فلزیادی ها منابع این کارو میکنن، دارن در اطراف خودشون چون این چرخشو دارن. پس عمل مولکولیشن تو تشخیص بار استاتیک از شرایط مولکولی درونی اهدافه که به جابجایی بار الکتریکی مثبت به مثبت، مثبت به منفی، منفی به مثبت در موضوع انتقال به اون هدف و بین سیستم و وضعیت هدف پدید میاد. پس جابجایی بار الکتریکی بین اینها در فرکانس ها و جابجایی انرژی و تشعشعشونه. حتی میدان های الکتریکی یکی از موضوعات بسیار مهم در اینجا هستند، چون عمل مولکولیشن به نسبت جریان منتشر شده از وضعیت الکترومغناطیس هدف هم پاسخ میده، واکنش ایجاد میکنه. اون چیزی که الکترومغناطیس یا اون میدان الکترومغناطیس یا خود جریان الکترومغناطیس تو اول پدیده به وجود میاد در اطراف هدف، میتونه اون میدان الکتریکیشو با جریان بار مثبت با توانایی بالای جداسازی کنه یه دستگاه فرکانسی که ادیترش هولد داره. چیزی که اینجا مطرحه، این نوع دستگاه که میبینید اینا هم فانکشن ها استفاده میکنن، بهره میبرن و با موبایل هم کار میکنن. اینا قانون عملیاتی جابجایی فرکانس رو در خودشون ندارن، اینا با موج کار میکنن، موج خودش از فرکانس ساخته میشه، بعد میان یه میدان مغناطیس رو به وجود میارن که اون میدان مغناطیسه که به وجود اومده اون جابجایی ذرات با اون میدان مغناطیس است. ولی تو فرکانسی ها نه، فرکانسی ها اون فرکانسی رو که داره پدید میاره یه میدان الکتریکی هم با خودش داره. این طراحی برابر راداره که اینجا میتونه بارهای منفی، بارهای مثبت یا الکترون‌ها یا شرایط مولکولی هدف از وضعیت استاتیکیش به حالت الکتروستاتیکی با برخورد تشخیص بده وقتی بازتاب داره و این عمل مولکولیشن یا جابجایی ذرات پدید میاد که این میتونه بره مثلا مثبت طلا رو بگیره، بار مثبت طلا رو بگیره، میدان الکتریکی مثبت طلا رو بگیره، فرکانس طلا رو بگیره و همه اینا با هم بازتاب میشن، یعنی جمع میشن میان سیستم فرکانسی اونا رو جدا سازی میکنه. ولی این نوع که دارید میبینید اینا تو جریانات مغناطیس عمل میکنن، یعنی بیشتر اون دامنه‌ای که الان اون گوشی موبایل بنابر اون فانکشن یا اون نرم افزار فانکشنی که داخلش ساخته شده میسازه توی محیط مغناطیسیه، توی جریان مغناطیسیه، فرکانس رو نمیفرسته. اگرم امواج الکترومغناطیس بفرسته، این موج الکترومغناطیسش از بزرگتر یا قوی تر بودن دامنه مغناطیس پدید میاد. خب چون این الکترومغناطیسی که این میسازه شکل موج نیاز داره، مثلثی، مربعی یا گندونره مثلثی، مربعی یا سینوسی، حالا این جا به جا شد، این فشار مغناطیسی که اون میدانه میسازه که میخواد موج الکترومغناطیس رو بسازه، مغناطیسش هم خودش با ولتاژ ساخته میشه. در نتیجه میدانه مغناطیسی که میخواد با میدان الکتریک هم جوار شه یا به هم فشار وارد کنه و یه موج الکترومغناطیس پدید بیاره، دامنه مغناطیسیش بیشتره و بار منفیش بالاتره. این شرایطی پدید میاد که نمیتونه اون هدف اصلی رو از نوع
طلا یا دیامغناطیسا رو به خوبی تشخیص بده، جداسازی هم در دریافتش نداره.